دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه تو ویدئوی امروز میخوایم راجع به گشایش اسپانیا یا روی لوپز صحبت کنیم که یکی از پرطرفدارترین گوشش ها داخل شطرنج و از گذشته تا به امروز در طول تاریخ شطرنج توسط بهترین بازیکنان دنیا بازی شده. همچنین این گوشش خیلی مناسب برای تمام سطوح و به بازیکنان شطرنج پیشنهاد میشه که این گوشش رو بازی کنند به خاطر وضعیت های متفاوتی که ممکنه داخل این بازی به وجود بیاد و ما با بررسی اون وضعیت ها با بازی کردن اون وضعیت ها میتونیم سطح شطرنجی خودمون رو ارتقا بدیم و به بازیکن بهتری در شطرنج بشیم تو ویدئوی امروز میخوام استراتژی یا ایده ها و شاخه های گوشش اسپانیایی رو بهتون آموزش بدم و در آخرم یک بازی رو با هم دیگه بررسی کنیم و یه سری نکات رو درباره گوشش روی لوپز یا اسپانیایی در اون بازی بهتون نشون میدم با من همراه باشیم بریم سراغ صفحه شطرنج خب ما مهره سفید رو داریم و بازی رو با حرکت ای 4 شروع میکنیم بعد از ای 5 اسب 3 اسب 6 ما با حرکت فیل B5 به حریفمون نشون میدیم که میخوایم گشایش روی لوپز رو بازی کنیم اما دلیل پشت حرکت فیل بی پنج چیه؟ حرکت فیل بی پنج حرکت گسترشی خیلی خوبیه. اگه دقت کنید ما با حرکت اسپف داریم فشار رو روی پیاده ای 5 سیا افزایش میدیم و سیاه هم با گسترش اسبش داره از پیاده ای 5 خودش دفاع میکنه و ما در واقع با حرکت فیل بی پنج داریم فشار روی اسب وارد میکنیم و در واقع به طور غیر مستقیم داریم فشار رو روی مرکز سیاه افزایش میدیم. پس به این دلیله که حرکت فیل بی پنج حرکت خوبیه و شاید شاید تهدید این رو هم داشته باشیم که اسب رو بزنیم و بعد پیاده ای پنج سیاه رو بزنیم که تو این وضعیت به خصوص فعلا این تهدید وجود نداره ولی بعدا ممکنه که به وجود بیاد برای همین خیلی از مواقع تو گشش روی لوپز میبینیم که سیاه حرکت دیشیش رو انجام میده تا محافظت رو روی پیاده ای پنجش افزایش بده ولی خب این حرکت باعث میشه که فیل سیاه روش خیلی محدود بشه و فقط خونه ای هفت رو برای گسترش پیدا کردن داشته باشه حرکت اصلی تو این وضعیت برای سیاه حرکت آشیشه حرکت اسب F6 هم وجود داره که به دفاع برلین معروفه و گشایش مورد علاقه سوپر استاد بزرگاست و خیلی از بازیاشون هم داخل این شاخه مساوی میشه که آخر ویدیو درباره این شاخ هم صحبت میکنیم اما همونطور که گفتم حرکت اصلی تو این وضعیت برای سیاه حرکت آشیشه حالا این سوال مطرح میشه که ما میتونیم اسب رو بزنیم و بعدا پیاده ای 5 رو بزنیم جواب نیست. بعد از حرکت آشیش حرکت اصلی برای سفید حرکت فیل هاره. اگه اسب خونه 66 رو بزنیم که قابل بازیه و به روی لوپز تعویزی هم معروفه سیاه با پیاده دی پس میگیره و تو این وضعیت حرکت قله کوچک حرکت خوبیه چون اگه بخوایم پیاده ای 5 رو بزنیم حرکت وزی دی چار خیلی برای سفید خوب نمیشه حمله دوگانه است و سفید پیاده ای چار خودش رو از دست میده و این شاخه برای سفید پیشنهاد نمیشه ولی خب روی لوپز تعویضی قابل بازیه تو این وضعیت میتونین قله کوچیک بریم بعدم دیسه انجام بدیم و مهراتون رو گسترش بدین ساختار پیاده سیاه یه مقدار آسیب دیده است به خاطر پیادای دوبلی که به وجود اومده ولی خب از اون طرف هم سیاه برتری دو فیل داره چون سفید از فیل خودش رو با اسب حریف تعویض کرده به سیاه برتری دو فیل داده پس یه سری خوبیا داره و یه سری بدیا داره و این گوشش قابل بازی هست حرکت اصلی برای سفید حرکت فیل آچاره که فیلش رو داخل بازی نگه میداره و حالا سیاه با خودش میگه که من هر وقتم بخوام میتونم حرکت B5 رو هم انجام بدم و معمولا این حرکت B5 رو زمانی انجام میده که دوباره به فیل ما حمله میکنه و مجبور میشیم فیل b کنیم زمان این حرکت B5 رو هم انجام میده که دیگه واقعا تهدید زدن اسب و زدن سرباز تو وضعیت وجود داشته باشه همونطور که دیدیم فعلا وجود نداره به خاطر اون حرکت وزیر دی چار پس فعلا سیا عجله برای حرکت B5 نداره ولی خب میخوام بررسی کنیم که اگه همینجا حرکت B5 انجام بشه چه اتفاقی میفته خیلی محتمله که دوباره وارد شاخه اصلی بشیم چون حرکت B5 حرکتیه که تو شاخه اصلی بازی میشه ولی میخوام راجع به این ساختار باهاتون صحبت کنم که خیلی داخل گوشش اسپانیای اتفاق میافته. این ساختار بازم یه سری خوبیا داره یه سری بدیا داره از طرفی سیاه سفید رو مجبور کرده که فیلش رو چند بار حرکت بده و سفید فضا گرفته تو جناه وزیر ولی خب این ساختار یه ساختاریه که میتونه آسیب پذیرم باشه این پیادا زیادی رونده شدن و میتونن باعث ضعف بشن و سفید با حرکتی مثل آچهار میتونه به این ساختار پیاده سیاه حمله کنه حالا منظور من دقیقا این وضعیت به خصوص این این وضعیت واقعا محتمله که به شاخهای اصلی برگرده ولی خب فرض کنیم سیاه یه حرکت خیلی بد رو انجام میده مثل حرکت اچش حالا سفید حرکت خوب مختلفی داره ولی یکی از اون حرکات حرکت, حرکت, حرکت آچهاره که داره به این ساختار سیاه حمله میکنه و این حمله رو هم ما تو خیلی از بازیهای گوشش اسپانیایی میبینیم به خاطر اینکه تو این وضعیت سیاه انتخاب خیلی خوبی نداره اولا که ما داریم تهدید میکنیم پیاده B5 رو بزنیم و بعد از اون پیاده A6 آچمز میشه چون رخ خونی A8 زیر ضرب قرار میگیره برای همین سیاه باید خیلی مراقب باشه اگه سیاه بخواد حرکتی مثل رخ B8 رو انجام بده ما میتونیم پیاده رو بزنیم و ستون A باز شده و این ستون متعلق به سفیده که میتونه به نفع سفید باشه اگه نخواد رخ بی هشت گونه بخواد پیاده ای ما رو بزنه به جای حرکت رخ بی هشت پیاده آچار بزنه مثلا با رخ پس میگیریم و حالا پیاده ای آشیش سیاه ضعیفه و ستون آن برای سفید باز شده که میتونه به این پیاده فشار بیاره بازم هر حرکتی کنه سفید میتونه از این حرکت استفاده کنه حرکتی مثل فیل بی 5 رو فیل بی 7 رو اگه انجام بده که از رخ آ8 دفاع کنه سفید مثلا میتونه هر موقع که بخواد یا تو این وضعیت پیاده رو بزنه حالا رخارم رو هم تعویض کنه و این پیاده بی 5 حالا پیاده ضعیفیه شاید سیاه دوست داشتین این پیاده رو داخل خونه B6 داشته باشه نه خونه B5 به خاطر اینکه این پیاده میتونه زیر ضرب قرار بگیره پس میبینیم که سیاه مجبور نیست این حرکت B5 رو خیلی عجله کنه و فرصت های خوبی به سفید میده و سفید میتونه با حرکت آچار به این ساختار حمله کنه. حرکات اصلی تو این وضعیت برای سیاه حرکاتی مثل اسبب 6 و فیل ای هفتن که معمولا هم به هم تبدیل میشن و خیلی فرقی بین این دو حرکت نیست. سیاه حرکت اسبب 6 رو انجام میده به پیاده ایچار 4 ما داره حمله میکنه میتونیم از این پیاده دفاع کنیم ولی میتونیم حرکت قله کوچیک رو هم انجام بدیم یه سری زرافت ها تو, تو این گشایش ها وجود داره که شاید اول به نظر پیچیده بیان ولی بعد از یه مدت که تجربه کس میکنیم براتون راحت تر میشه پیاده ایچار سفید زیر ضرب قرار داده ولی خب زدن این سرباز اصلا برای سیاه توصیه نمیشه به خاطر اینکه ستون ای رو داره برای سفید باز میکنه حرکتی مثل رخ یک حرکت خوبیه ولی حرکت دی 4 بهترین حرکت تو این وضعیت و ابتکار عمل خیلی خوبی به سفید میده حالا مثلا اگه بخوایم یه ذره دیگه بررسی کنیم بخواد سیاه پیاده رو بزنه حالا رخ ای یک ستون ای کاملا باز شده اسب آچمزه اگه حرکتی مثل دی 5 انجام بشه بعد از اسب دی 4 فشار روی اسب سی 6 شاید افسر رو داریم تهدید میکنیم و وضع سفید خیلی بهتره پس می‌بینیم که پیاده ای 4 سفید واقعا زیر ضرب نیست و اگه سیا بخواد این پیاده رو بزنه در واقع داره بازی خیلی خوبی به سفید میده و ستون E رو برای سفید باز میکنه تو این وضعیت حرکت اصلی برای سیاه حرکت فیل E7ه. همونطور که گفتم سیا این اسب 6 و فیل E7 رو حالا با هر ترتیبی که دوست داشت انجام میده. تو این وضعیت سفید حرکت رخ e یک رو انجام میده حالا که پیاده E4 دفاع تهدید زدن اسب و بعد از اون زدن سرباز ای 5 تو وضعیت به وجود میاد اگه سیاه بخواد بی کنه و حرکتی مثل قلع کوچیک رو انجام بده بعد از فی در سی 6 سیاه پیاده ای 5 خودش رو از دست میده دی در سی 6 و سفید یه پیاده کامل جلو میفته و حرکتی مثل وزیر دی چار دیگه فایده نداره به خاطر اینکه پیاده ایچار دفاع داره و بعد از اسپف سیاه مجبوره که وزیرش رو یه بار دیگه جابجا کنه پس دیدیم که بعد از حرکت رح ای یک زمانی که پیاده ای 4 دفاع داره تهدید زدن اسب داخل وضعیت به وجود میاد که بعد از اونم سفید پیاده ای 5 رو میزنه برای همین سیاه تو این وضعیت حرکت بی 5 رو انجام میده و بعد از فیل بی سه دیگه این اجازه رو به سفید نمیده که اسب خونه سی 6 رو بزنه سیاه دی 6 میکنه و به یه وضعیت مهم از گوشش روی لوپز میرسیم که سفید حرکت بسیار مهم سی سر رو انجام میده حرکت سیسه با دو هدف داره انجام میشه که هدف اول در راستای طرحهای سفیده و هدف دوم در راستای مقابله با طرح سیاهه برای همینه که این حرکت حرکت مهمیه هدف اول اینه که با حرکت سیسه داریم حرکت دی 4 رو آماده میکنیم که این استراتژی رو داخل گوشش ایتالیایی هم دیدیم با حرکت سیسه داریم از پیاده دیمون حمایت میکنیم که به خونه دی 4 بره و هر موقع سیاه پیاده رو بزنه با پیاده سی پس میگیریم و دو تا پیاده داخل خونه ای 4 و دی چهار داریم که مرکز خیلی قوی رو به سفید میدن و وضع سفید رو خوب میکنن و هدف دوم اجرای حرکت سیس خالی کردن خونه سی دو برای فیل که تو ادامه هم میبینیم تو این وضعیت سیاه حرکت قله کوچیک رو انجام میده حرکت خوبی هر دو بازیکن باید سعی کنن که در اولین فرصت ممکن قلعه برن و سفید تو این وضعیت میتونه که حرکت دیچار رو انجام بده ولی اول حرکت hس رو انجام میده تا خونه g4 رو از فیل سیاه بگیره و بعدا حرکت D4 رو انجام میده چون اگه تو این وضعیت دیچار کنه بعد از حرکت فیل G4 شاید سیاه بازی خوبی بتونه بگیره برای همین اول سفید H3 میکنه حرکت H3 رو انجام میده و در اولین فرصت دیچار رو هم انجام میده حالا بریم سراغ تر سیا سیا هم قرار نیست وایسه و ما رو تماشا کنه که حرکت دی چار رو انجام بدیم و مرکز رو به طور کامل بگیریم سیا تو این وضعیت یه حرکت خیلی معمول هست حرکت اسب آ پنجه که پرتکرارترین ترین حرکت تو این وضعیته حرکات دیگه هم وجود دارن حرکت اسب B8 وجود داره که شاخه بریر یا برایره ولی حرکت اسب آ یه مقدار پرطرفدارتر که شاخه چیگورینه که بازی که تو ویدیوی امروزم آخر ویدیو بررسی میکنیم مربوط به همین شاخ است که تو این وضعیت سیاه اسبش رو برده خونه A5 و از سر راه پیاده برداشته و تو حرکت بعدی میخواد حرکت C5 رو انجام بده و از طرفی هم داره به فیل ما حمله میکنه و ما تو این وضعیت حتما حرکت فیل C2 رو انجام میدیم چون ما داخل گوشش اسپانیایی به طور کلی فیلامون رو خیلی دوست داریم و دوست نداریم که با اسب حریف تعویزش کنیم و فکر نکنین این فیلم فیل بدی الان این فیل فیل خیلی خوبیه و بعدا میتونه خونه بیسه برگرده و حتی این قطرم هم پتانسیل باز شدن رو در ادامه داره پس فیل هم فیلای خوبی هم و دوست نداریم که با اسب حریف تعویزشون کنیم حالا چند حرکت برگردیم عقب قبل از اینکه حرکت سیسر رو انجام دادیم فرض کنید تو این وضعیت H3 می کردیم. حالا تو این وضعیت سیاه حرکت اسب آب 5 رو داره که به فیل ما حمله میکنه و ما نمیتونیم دیگه این فیلمون رو نجات بدیم و مجبوریم با اسب حریف تعویزش کنیم برای همین داخل این وضعیت حرکت سیسه حرکت مهمی که دیدیم سیاه قله کوچیک رفت حالا قبل از اینکه دی 4 کنیم حرکت H سر رو انجام دادیم تا سیاه فیل G 4 نکنه و تو این وضعیت سیاه حرکت اسب a 5 رو انجام داد و ما حتما این حرکت فیل C 2 رو انجام میدیم سیاه تو این وضعیت حرکت C 5 رو انجام میده تا کنترل رو روی مرکز افزایش بده که ما در هر صورت این حرکت دی مون رو داخل این وضعیت انجام میدیم. خب حالا یکی از ضعفایی که تو پوزیسیون سیاه به وجود اومده رو داریم میبینیم. این خونه دی 5 خونه ضعیفیه و میتونه پایگاه مناسبی برای اسب سفید باشه و همچی خونه تو کمپ سفید وجود نداره خونه دی چهار خونه ضعیفی نیست چون همیشه پیاده 6 داره خونه D4 رو کنترل میکنه ولی هیچ پیاده ای نیست که خونه D5 رو کنترل کنه برای همین D5 مثل سوراخ داخل کمپ سیاهه که میتونه پایگاه مناسبی برای سوارهای سفید مخصوصا اسپا باشه حالا میخوام راجع به این تنشی که داخل این وضعیت به وجود اومده صحبت کنیم معمولا بازیکنان مبتدی و یا بازیکنانی که کمتر تجربه دارن خیلی تحمل این رو ندارن که یک تنشی رو داخل مرکز حفظ کنن و خیلی سریع دوست دارن که تعویضا انجام بشه و مهرای حریف رو بزنن ولی بازیکنان تر و با تجربه تر این تعویز ها و برداشتن تنش ها رو همیشه بررسی میکنن و میسنجن که آیا برطرف شدن تنش به نفع منه یا به ضرر منه اگه من تنش رو بردارم به نفع میشه یا اگه حریف تنش رو از بین ببره به نفع من میشه و یا حفظ کردن تنش به نفع منه مثلا تو این وضعیت خیلی وضعیت های مختلفی میتونه پیش بیاد اگه سیا با هر کدوم از این پیاده بزنه اگه ما بخوایم پیاده رو تعویز کنیم اگه بخوایم پیاده رو برونیم و خیلی وضعیت های مختلفی میتونه پیش بیاد که تو این وضعیت خاص نگه داشتن تنش به نفع سفیده حالا بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم تو این وضعیت سیا حرکت وزیر C7 رو انجام میده که حرکت خوبیه مثلا یه نکته دیگر رو هم میخوام بهتون بگم خیلی از موقع داخل گوشش روی لوپس این اسب برای سیاه دردسر میشه به خاطر اینکه سفید خیلی خوب این اسب رو محدود میکنه و تبدیل به اسب بدی میشه مثلا اگه سیاه بیاد حرکت اسب سیشش رو تو این وضعیت انجام بده حالا شاید روندن پیاده حرکت دی 5 توجیهات خوبی داشته باشه چون بعد از حرکت اسب آ 5 سفید حتی میتونه بیسم بکنه که خونه سی 4 رو بگیره و میبینیم که اسب سیاه اسب خوبی نیست و خونهایی برای جابجا شدن نداره تنها خونه ای که میتونه بره خونه بی هفته که خونه بی هفته هم خونه خوبی نیست و بازم اسب غیر فعالی خواهد بود و بازی زیاد و زیبایی هم در این راستا وجود داره که اسب سیاه تبدیل به اسب خیلی بدی میشه ولی تو این وضعیت حرکت وزیر سی هف خیلی خوبه و حالا میخوایم ما اسبمون رو گسترش بدیم بازم دست به این پیاده نمیزنیم اگه فرض کن اینجا بخوایم تنش رو برداریم حسابمون سر بره دوست داریم دیگه تنش رو از داخل مرکز از بین ببریم این وضعیت حالا واقعا شاید سیاه طلبکار بشه به خاطر اینکه سیاه تو گسترش مهرا جلوه دلیلش هم اینه که ما فیلو گذاشتیم اول بازی بی 5 گذاشتیم آچار گذاشتیم بی و گذاشتیم سی دو. و زمان از دست دادیم برای همین سیا از نظر گسترش مهرا جلوه و اگه ما پیاده رو تعویض کنیم حالا رخ داره میاد خونه دی هشت فیل داره میاد خونه ای شیش و سوارهای سیاه خیلی مهرای خوبی یا یه ممکن ممکنه این حرکت رو انجام بدیم به خاطر اینکه همچنان خونه دی پنج خونه خیلی ضعیفیه ولی موقع این کار انجام میدیم که مهرامون آمادگی داشته باشن مثلا اصلمون اینجا باشه که بره خونه دی پنج مهرامون گسترش پیدا کرده باشن ولی تو این وضعیت سیاه وضعیت خوبی داره پس همونطور که گفتم عجله نمی کنیم که تنش رو از بین ببریم و حرکت جالب اسب دیدو رو انجام میدیم حرکت اسب دیدو خونه دیدو در واقع خونه جالبی برای گسترش دادن اسبه. مثلا بعد از حرکت فیل دی هفت این اسب داره میاد خونه F1 و بعد از اون میتونه خونه جی سه بره میتونه خونه ای سه بره که خونه خیلی مناسب برای قرار دادن اسبه خونه g خب هم داره پیاده رو دفاع میکنه و هم خونه F5 رو داره که میتونه ایده های حمله جناح شاهی بده و از خونه e هم میتونه خونه D5 بیاد که باز هم همونطور گفتم پایگاه مناسبی برای اسبه پس این مانور اسب D2 اسب D2 اسب F1 اسب G3 e تو بازی وجود داره تو گوشش ایتالیا یا ما این مانور رو میبینیم گوشش ایتالیا و اسپانیا خیلی به هم از نظر ایده ها شباهت دارن پس تو این وضعیت سفید حرکت اسب d رو انجام میده با ایده اسب F1 و بعد از اونم گسترش اسب به خونه 3 و e پس این شاخه شاخه چیگورین گشایش رویلوپزه که تعداد بازی خیلی زیادی هم تو این شاخه انجام شده توسط بهترین بازی کنه و تمام سوتو این شاخه خیلی بازی شده و خیلی بازی تو اینترنت هست که میتونین تو این شاخه ها بررسی کنی حالا بریم سراغ یه سری شاخه های دیگه و انتخاب های دیگه ای که سیاه داره مثلا تو این وضعیت ما دیدیم که سیاه حرکت دیشیش رو انجام داد تا از پیاده ای پنج خودش حفاظت رو بیشتر بکنه سیاه دیشیش کرد که ما حرکت سیسه رو انجام دادیم و ادامه بازی ولی تو این وضعیت سیاه حرکت قله کوچیک رو هم داره که به حمله مارشال معروفه که یعنی گامبی هم محسوب میشه و تو این وضعیت حرکت اصلی برای سفید همچنان حرکت سیسه است ولی تو این وضعیت سیاه دیگه حرکت D6 رو انجام نمیده که به همون شاخه اصلی منجر میشه و تو این وضعیت حرکت D5 رو انجام میده که گامبی محصوب میشه و سفید میتونه در ادامه پیاده E5 رو بزن. بعد از E در D، اصل در E5، پیاده E5 بیدفاهه و سفید این پیاده رو میتونه بزنه و بعد از حرکت رخ در E5، سیاه یه پیاده عقب ولی میتونه بازی خیلی خوبی بگیره این شاخه برای هر دو طرف قابل بازیه و هم سفید و هم سیاه میتونن از این بازی بازی خوبی بگیرن و حریفاشون رو شکست بدن حالا مثلا اسب زیر ضرب سیاه حرکت سی شیش رو انجام میده بعد از دیچار چار میبینیم سیاه فیل دی شیش میکنه بعد از رخ یک میبینیم فیلای سیاه چقدر قوی و وزیر سیام تو همین وضعیت وارد بازی میشه حرکت وزیر h پنج و سیاه مهرهای خیلی خوبی داره ولی خب سفیدم یه پیاده جلوه و همینه که میگم روی لوپز واقعا وضعیت های متفاوتی میتونه توش به وجود بیاد و ما با بررسی این وضعیت و بازی کردنش واقعا میتونیم چیزهای خیلی زیادی راجع به شطران جیاد بگیریم سفید اینجا مثلا حرکت جی سر رو انجام میده بعد از وزیر ایچ میبینیم که ایده فیل جی چهار وجود داره و سفید باید خیلی سریع موراش رو گسترش بده به خاطر اینکه تو گسترش عقبه میبینیم که مورای سفید هنوز گسترش پیدا نکردن ولی خب اونقدر هم که فکر میکنیم ترسناک نیست سفید مثلا میتونه دفاع کنه اگه این وضعیت ها رو بررسی کنیم مثلا فیل ایسه چون میخوایم مورامون رو خیلی سریع گسترش بدیم بعد از فیل جی چهار وزیر دی سه. فیل اف وزیر اف داریم بعدش هم داریم از دیدو میکنیم و یادتون نره که سفید یه پیاده جلوه و این وضعیت ها هم برای سفید هم برای سیاه قابل بردن و کاملا قابل بازی هن. خب این هم از حمله مارشال که حمله پرطرفداریه و ممکنه تو بازیاتون اتفاق بیفته حالا بریم سراغ دفاع برلین که بهتون گفتم میخوایم اون حرکت رو هم بررسی کنیم بعد از حرکت فیل B5 تو این وضعیت دیدیم که حرکت اصلی برای سیاه حرکت آشیشه ولی سیاه میتونه حرکت اسب F6 رو انجام بده که به دفاع برلین معروفه دوباره میبینیم که پیاده ای 4 زیر ضربه ولی سفید تو این وضعیت حرکت قل کوچیک رو انجام میده و سیاه پیاده ای 4 ما رو میزنه سفید دی 4 میکنه سیا اسب دی 6 میکنه و داره به فیل b 5 حمله میکنه پس بعد یه فکری به حال فیل بکنیم سفید تو این وضعیت اسب خونه سی 6 رو میزنه و بعد از دی در سی سفید پیاده ای پنج رو میزنه و خیلی از بازیار میبینیم که دقیقا همینطوری پیش میرن و سفید وزیرا هم تعویض میشه و خیلی سریع وارد آخر بازی میشیم آخر بازی ای که سفید برتری جزئی داره و سیاه مجبور میشه دوباره شاه خودش رو جابجا کنه به خاطر اینکه تو ستون باز دیه و معمولا کیش میخوره و میبینیم که سفید برتری پیاده ای هم داخل جناح شاه داره چهار مقابل سه داره شاید در آینده پیاده رونده درست کنه ولی خب میبینیم که وضعیت سیاه هم یه سری ویژگی های مثبت داره مثلا برتری دو فیل سیاه دو تا فیل داره که فیلای خوبیان خوبی اسب خونه F5 خونه خیلی مناسبیه و کنترل خیلی زیادی هم سیاه داخل خونه سفید داره و این برتری دو فیله که یه جورایی وضعیت رو متعادل کرده و استفاده از این برتری سفید برای سفید خیلی دشواره و سیاه باید واقعا تلاش کنه برای برتریش و یه موقعی میبینیم که نتیجه عکس میده و یه جایی از بازی این برتری دو فیل سیاه واقعا به نفع سیاه میشه و بازی ممکنه به نفع سیاه برگرده ولی خب میگم خیلی از بازی ها داخل این شاخه به مساوی منجر میشه خب این شاخهایی بود که میخواستیم ما بررسی کنیم شاخهای خیلی مهم گوشش روی لوپز بودن حالا میریم یه بازی هم بررسی میکنیم که از بازی های استاد بزرگ اسپاسکی بوده قهرمان جهان شاید اسمش رو شنیده باشین چون تو مچ قهرمانی جهان با بابی فیشر بازی کرد که اون بابی فیشر تونست اسپاسکی رو شکست بده و قهرمان جهان بشه ولی البته بوریس اسپاسکی استاد بزرگ بسیار بسیار قوی بوده و تو ویدیوی امروز می هم میخوام یکی از بازی های ایشون رو بررسی کنیم و یه سری نکات رو هم از بازی اسپاسکی استخراج کنیم بریم سراغ بازی خب تو بازی که میخوایم بررسی کنیم مهره سفید بوریس اسپاسکی بوده و مهره سیاه پال کرس بوده که بازم بازیکن خیلی معروفیه اسپاسکی بازی رو با حرکت ای 4 شروع کرده ای 5 از اف 6 و فیل بی 5 که گوشش روی لوپز و گوششی که داریم سعی میکنیم باهاش بیشتر آشنا بشیم سیاه حرکت آ 6 رو انجام داده که حرکت اصلی سفید فیل آ کرده و حالا اسب f 6 بازی شده سفیل قله کوچیک رفته میدونیم که زدن پیاده خیلی خوب نیست چون بعد از حرکت دی 4 سی ابتکار عمل خوبی میگیره بخش سفید ابتکار عمل خوبی میگیره سیاه حرکت فیل ای 7 رو انجام داده رخ یک 1 و سیاه بی 5 رو انجام داده میبینیم که اینا همه طبق شاخه‌ای که بررسی کردیم بعد از فیل بی سیاه دی 6 کرده و بوریس اسپاسکی حرکت سی سر رو انجام داده هم خونه سی دو رو داره خالی میکنه و هم داره از حرکت دی 4 حمایت میکنه سیاه تو این وضعیت حرکت قلعه کوچیک رو انجام داده سفید میتونه دی دیچار کنه تو قدیم این حرکت بازی شده که سیام حرکت فیل جیچار رو انجام میده و یه جوری به وضعیت سفید فشار وارد میکنه چون این اسب آچمز میشه برای همین اسپاسکی تو این بازی حرکت H سر رو انجام داده که بازم حرکت اصلی داخل این وضعیت. سیاه با حرکت اسب آ 5 رفته برای شاخه چیگورین همونطور که گفتم انتخابای دیگه هم سیاه داره حرکت از b وجود داره که شاخه برایره شاید به نظر عجیب بیا چون سیاه داره اسبشو تو خونه اولیش قرار میده ولی خب میخواد مانور اسب d رو بده و دوستان چیزی که خیلی مهمه اینی که ما میخوایم با ایدهها و اهداف اصلی گشایش آشنا باشیم و نمیخوایم تک حرکت تک حرکت حفظ باشیم بهترین حرکات رو حفظ باشیم شاید بازیکنایی که ریتینگ های آنلاینشون بالای 2000 مخصوصا 2200 نیاز باشه یه سری حرکات رو حفظ باشن بهترین حرکات رو بدونن ولی اونا هم باید دلیل پشت حرکات رو بلد باشن و درک خوبی نسبت به حرکات داشته باشن وگرنه هیچ سودی نداره که ما حرکت حفظ باشیم مثلا اینجا حرکت فیل B7 وجود داره که فیل رو از این طرح گسترش میده و جز و انتخابایی که سیاه داره و به نظر شما تو این وضعیت چه حرکتی برای سفید خوبه؟ درسته حرکت D4 بهترین حرکت تو این وضعیته که ایده اصلی گوشش روی لپز هم از اجرای حرکت D4 و تو حرکات بعدی هم سفید داره مهرای خودش رو گسترش میده. حالا تو بازی حرکت اسب A5 انتخاب شده که به شاخه چیگورین معروفه بعد از فیل C2 سی C5 سی بازی شده اسپاسکی دی 4 کرده و سیام حرکت وزیر C7 رو انجام داده اس D2 و فیل D7 رو امکرس کرس انتخاب کرده که خونه مناسبی برای قرار دادن فیله حالا مثلا میخوام یه سری نکتم بهتون بگم که با ایده ها بیشتر آشنا بشیم حرکت فیل D7 حرکت خوبیه ولی بیایم فرض کنیم سیا فیل B7 کرد حالا دوباره تو این وضعیت شاید حرکت دی پنج توجیهات خوبی داشته باشه چون داریم از سیاه میپرسیم فیلتو برای چی گذاشته خونه بی هفت واقعا این فیلم وظیفه خوبی و داخل این قطر داره به پیاده ای داره فشار میاره که به خوبی دفاع داره و شاید باورتون نشه ولی تو این وضعیت بهترین حرکت برای سیاه حرکت فیل سی هشته که دوباره بتونه فیلش رو از این قطر فعال کنه به خاطر اینکه فیل خونه بی هفت واقعا کار خاصی رو انجام نمیده و سفید دوباره میتونه اون ایده بی سر رو انجام بده تا اسب رو محدود کنه و این اسب فقط خونه بی هفت رو داره که بازم خونه بی هفت هم خونه مناسبی برای قرار دادن اسب نیست مثلا سیاه اگه بخواد سی چار کنه بی چار حرکت خوبیه بعد از فیل بی هفت این دو خونه رو دوباره اسب سیاه نداره حرکت آچار حرکت قوی و بعض سفید خیلی خوب میشه پس حواستون به این ایدای استراتژیک باشه که میتونین علیه سیا استفاده کنین ولی خب تو بازی حرکت فیل بی هفت انجام نشده و حرکت بهتر فیل دی هفت انجام شده که خونه مناسب تری برای قرار دادن فیله اسپاس که تو این وضعیت حرکت از اف یک رو انجام داده و اینجا سیا تصمیم گرفته که این تنش رو داخل مرکز از بین ببره فعلا یه بار پیاده رو زده پیاده بعدی رو تو این وضعیت نخواسته که بزنه و حرکت رخ سی هش رو انجام داده فیل خونه سی دو زیر ضربه و سفید حرکت اسب ای سر رو انجام داده اینجا از ای سر رو انتخاب کرده به خاطر اینکه از فیل خونه C داره محافظت میکنه سیاه ها حرکت رخ ای هش رو انجام داده داره سعی میکنه رخهای خودش رو فعالتر کنه B انجام شده تا این اسب محدود بشه بازم و خونه بی 2 رو برای فیل خالی کنه تو این وضعیت این قطر برای فیل خیل خیلی خیلی مناسبه و میتونه فشار رو روی پیاده ای 5 افزایش بده سیا تصمیم گرفته که پیاده دی چهار سفید رو بزنه سفیدم با اسب پس گرفته حالا دوباره بیانیم وضعیت رو بررسی کنیم میبینیم که پیاده دیشش پیاده خیلی ضعیفیه پیاده ایزوله یه پیاده عقب مونده یه و هیچ پیاده تو ستونای بغلش نیستن که ازش محافظت کنن پس سفید میتونه به این پیاده فشار بیاره و همچین پیاده ای رو سفید نداره و تمام پیاده ای سفید میتونن با پیاده های کناریشون حفاظت بشن و همچین خونه دی پنج همچنان خونه ضعیفیه و میتونه پایگاه مناسبی برای سوارهای سفید باشه پس بچه ما هم سعی میکنیم این پایگاه نگه داریم مثلا نمیم همینجوری از دی 5 کنیم که سیاه بزنه شیم با پیاده بزنیم اینجوری داریم پایگاه خودمون رو خراب میکنیم برای همین سعی میکنیم همیشه سوارهامون رو تو پایگاه قرار بدیم و پیاده تو س... پایگاه ها قرار ندیم سیاه تو این وضعیت حرکت فیل F8 رو انجام داده سفید فیل B2 کرده وزیر D8 و حرکت اس F5 انجام شده داره به پیاده D6 حمله میکنه کرس تصمیم گرفته که با فیل اسب رو بزنه و بعد از اسب اف 5 حرکت جی 6 رو انجام داده خب اسب برگشته به خونه ایسه و بعد از حرکت فیل جی 7 حرکت وزیر دی دو انجام شده اس بی 7 و دوباره یه حرکت خیلی جالب رو اسپاسکی انجام میده که اینا هم همه استراتژیایی که داخل گوشش روی لوپس وجود داره حرکت بی 4 با حرکت بی 4 هم خونه بی سر رو داره خالی میکنه برای فیلش در آینده و هم مهمتر از اون داره اسب سیاه رو محدود میکنه قبلش نمیاد بیچار کنه که اسب بیاد خونه سی چار. موقعی که سیاه تصمیم گرفتی از بی هفت کنه تا از پیاده دفاع کنه و این خونه رو هم داشته باشه که خونه فعالی برای اسب اسپاسی خیلی سریع حرکت بی چهار رو انجام میده. سیاه وزیر ای هفت گرده و اسپاسکی حرکت اف سر رو انجام داده. میبینیم که این فیل نقش دفاع از پیاده رو داشت ولی با حرکت F3 پیاده به خوبی دفاع داره و تو حرکت بعدی هم میبینیم که اسپاسکی فیلش رو داخل خونه b قرار میده که قطر خیلی قدرتمندی برای فیل سفید رو ماست. سیاه حرکت اسب D8 رو انجام داده رخ D1 داره مهراش رو داخل ستون D قرار میده تا به پیاده حمله کنه رخ C6 بازی شده و اسپاسکی داره سعی میکنه که رخ ها رو هم تعویز کنه. شاح 2 کرده که شاحش رو از این قطر برداره ولی خب به نظر میرسه خونه اچ خونه امتری باشه ولی خب اسپاسکی خونه اچ 2 رو انتخاب کرده خب ممکنه این قطر هم برای سفید خطرناک بشه بعدا بخواد کیش بخوره به نظر میاد خونه اچ خونه, خونه بهتری بود سیاه حرکت وزیر دی 7 رو انجام داده حالا اس دی 5 رو داخل پایگاه خونه دی 5 قرار داده اسبا تعویز شده اسپاسکی با فیل پس گرفته و بعد از تعویز ها وزی ای هفت اسپاسکی فیل ها رو هم تعویز کرده به شای حریف کیش داده و تو این وضعیت میبینیم که سفید کنترل خیلی خوبی تو این وضعیت داره فیل خونه دی پنجش واقعا هیول اساسا این مهرق مهرق خیلی قویه و پیاده اف هفت رو هم هدف گرفته پیاده دی شیش سعیفه ستون باز متعلق به سفیده و سفید وضعیت خیلی بهتری داره و تو ادامه هم میبینیم که سفید تونسته این بازی رو به زیبایی پیروز بشه و سیاه واقعا نتونسته کاری رو انجام بده همه این پیادا برای سفید هدف محسوب میشن و سیاه نمیتونه وضعیتش رو فعال کنه حرکت جی 5 رو انجام داده اسپاسکی پیاده رو زده پیاده آشیش رو زده بعد از وضعی 5 پیاده B5 رو هم زده و خیلی سریع بعد از حرکت وزیر در اف پنج در سیا از بازی انصراف میده و تسلیم میشه به خاطر اینکه این, این آخر بازی یا آخر بازی برنده برای سفید دو تا پیاده رونده داره و سیاه نمیتونه مقابل این دو پیاده دوون بیاره و کرس تو این وضعیت از بازی انصراف داد و تسلیم شده خب به پایان این ویدیو رسیدیم کاری که شما میتونید انجام بدین تا داخل گوشش روی پیشرفت کنید و بیشتر با این گوشش آشنا بشین دیدن بازی هاست اگه بتونید بازی بیشتری ببینین بازی بیشتری رو بررسی کنید هایی که توسط و بزرگان در طول تاریخ انجام شده خیلی میتونه سودمند باشه با استراتژی یا ایده بیشتر آشنا میشین چون همونطور که گفتم ایده و استراتژی و وضعیت های خیلی مختلفی میتونه داخل گوشش اسپانیایی رخ بده که همین میتونه باعث پیشرفتتون داخل شطرنج بشه من چند تا بازی داخل توضیح لینکش رو داخل سایت چس گیمز میذارم میتونین بازی ها رو نگاه کنین و در آینده ممکنه به این بازی ها اضافه کنم یعنی اگه بازی جالبی ببینم لینکش رو داخل توضیحات این ویدیو قرار میدم خیلی خوشحال میشم اگر نظری دارین تو کامنت ها برام بنویسین و اگر سوالی هم دارین بپرسین حتما اگه بتونم بهتون کمک میکنم و راهنماییتون میکنم ویدیو رو لطفا لایک کنید و اگه به شطرنج علاقه مندید و دوست ندارید که ویدیوهای بعدی من رو از دست بدین کانال من رو سابسکرایب کنید خیلی خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین